شاه علی اکبر شهرستانی، نویسنده، پژوهشگر و استاد سابق دانشگاه کابل در لندن درگذشت. برخی رسانه ها به نقل از خانواده این پژوهشگر نوشتند که او در سالهای اخیر دچار یک بیماری مزمن بود. فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. شاه علی اکبر شهرستانی، استاد پیشین دانشگاه کابل، محقق، نویسنده و از چهره‌های بنام آکادمیک افغانستان، در سن 94 سالگی در بیمارستانی در لندن درگذشت. درگذشت شاه علی اکبر شهرستانی با واکنش شماری از مقام‌های حکومت پیشین، نویسندگان و فرهنگیان افغانستان مواجه شده است. سلطان علی کشتمن، نخست وزیر پیشین افغانستان که در لندن زندگی می کند، در واکنش به درگذشت آقای شهرستانی در صحبت با رسانه ها او را شخصیت برجسته سیاسی و فرهنگی افغانستان خواند. عباس بصیر، وزیر پیشین تحصیلات عالی افغانستان هم آقای شهرستانی را از چهره های صاحب نام آکادمیک این کشور توصیف کرده است. محمد قاسم وفایی زاده، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز نوشته است که یکی از حوزه‌های تحقیق و تولید علمی استاد شهرستانی تاریخ، فرهنگ و زبان مردم هزاره بود که در آن آثار ارجمندی به جامعه علمی کشور تقدیم نموده است. شاه علی اکبر شهرستانی متولد 1929 میلادی در استان دایکندی در افغانستان بود و در دانشگاه کابل در رشته زبان و ادبیات تحصیل کرد و سپس در همین رشته استاد این دانشگاه شد. کتاب‌های قاموس لهجه دری هزارگی، تاریخ هزاره، ادبیات و زبان فارسی دری معاصر در افغانستان، حجو در ادبیات زبان دری از جمله آثار برجسته شاه علی اکبر شهرستانی هستند. از او همچنین ده‌ها مقاله پژوهشی منتشر شده است. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. دکتر سید برهان الطافی، پژوهشگر سیاست و حقوق بشر از گیلان با ما همراه هستند. آقای دکتر، سلام عرض ادب. سلام و عرض ادب خدمت شما، امیدوارم سلامت و موفق باشید. بزرگوارین. آقای دکتر، شاه علی اکبر شهرستانی چگونه شخصیتی داشت و مهمترین کارنامه‌های علمی پژوهشی ایشان در چه زمینه‌ای بود؟ بفرمایید. در گام نخست درود می‌فرستم به روح بزرگ آقای سلطانی. آقای سلطانی از شخصیت‌های آکادمیک، علمی و در عین حال از پژوهشگران معاصر افغانستان بود. ایشان در حوزه زبان، فرهنگ و تاریخ افغانستان، بخصوص هزاره های افغانستان، در واقع تحقیق نموده است و بیشترین فعالیت ایشان در حوزه فرهنگ و زبان هزاره بوده. در واقع پس شخصیت علمی ایشان برمیگردد و حوزه فرهنگ، تمدن، تاریخ و زبان هزارگی و به خصوص در حوزه فرهنگ هزاره در واقع تحقیق نموده است ایشان و کارنامه های علمی ایشان هم بیشتر در همین بخش در واقع منعکس و متمرکز شده و ما می توانیم اندیشه های ایشان را و گفته ها و بینش ها و تفکر ایشان را در قالب کتاب هایی که ایشان در خصوص هزاره ها، فرهنگ هزاره و تاریخ هزاره بررسی بکنیم. بله آقای دکتر، چه دلایلی وجود داشته که ایشان اکثر کتاب و آثار علمی خود را به زبان و لهجه هزارگی متمرکز کرده باشه بود؟ برداشتی که من نسبت به حوزه انتخاب ایشان دارم این است که دو مسئله میتونه به عنوان دلیل بر انتخاب این موضوع باشه که چرا ایشان در واقع حوزه تخصص و تحقیقش را در پیرامون هزاره های افغانستان انتخاب کرده. یک دلیل اولش میتونه علاقه و گرایش شخصیتی ایشان باشه که هر شخص میتونه یک علاقه داشته باشه، اما از این مهمتر بحثی ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه افغانستان هست
چرا؟ چون جامعه افغانستان جامعه چند قومی و چند مذهبی است. در جامعه چند قومی و چند مذهبی عمدتاً رقابت ها بر حسب قومیت، بر حسب معیارهای قومی و ارزشهای قومی تدوین، تعریف و حتی تقسیم بندی می شود. لذا ساختار آن زمان دانشگاه کابل و تعصبی که از جانب فرهنگیان آن زمان بر ایشان به نظر من تحمیل شده و ایشان در واقع یا بر حسب فشار و یا بر حسب علاقه به سمت احیای فرهنگ قوم هزاره حرکت کرده و عمدترین مسئله که میتوان در این بخش اضافه کرد که فشار، تهدید و ارعاب ساختار دانشگاه کابل در زمانی که ایشان در آنجا مسئولیت داشته به عنوان رئیس دانشکده و همچنان به عنوان استاد باعث شده که در اقلیت بوده و همچنان هر قوم و هر نژاد در پی برتری و افزایشی در واقع فرهنگ و هنر خود بوده و ایشان هم به عنوان یک نخبه و یک روشن فکر در واقع به سمت احیا و گسترش و همچنان رشد و توسعه فرهنگ و زبان و هنر هزارگی حرکت کرده تا اینکه رسالت قومی و در واقع محلی خود را در نسبت به این موضوع در واقع انجام بده. بله، آثار و کتاب‌های آقای شهرستانی برای نسل نوین و جوانان افغانستان به ویژه شیعیان و هزاره‌ها چقدر مفید و قابل استفاده میتونه باشه؟ در این باب میتوان گفت که آثار آقای شهرستانی برای نسل نوین قوم هزاره از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. چرا؟ چون با آثار و فرهنگ ایشان میتوان چنین برداشت نمود که جامعه پذیری سیاسی و همچنان نفس جامعه پذیری توسط همین کتب، مقالات و نوشته ها هست که انجام میشه و جوانان، نخبگان، تحصیل کرده ها و از همه مهمتر در واقع روشنفکران و سیاستمداران هزاره افغانستان میتواند به کتب آقای شهرستانی و امثال آقای شهرستانی استناد بکنه، فرهنگ و هویت و از همه مهمتر بودن خود را و هست و بود خود را در واقع به اثبات برسانه و باعث بشه که حضور خود را در جامعه افغانستان در واقع به رسمیت بشناسه. چرا؟ چون جامعه افغانستان جامعه چند قومی، چند فرهنگی و جامعه متکثر است. از جانب دیگر محدودیت های از سوی طبقه حاکم بر این قشری از جامعه در واقع اعمال میشه و اجرا میشه. وجود همچون نخبه ها و همچون آثار علمی و فرهنگی باعث میشه که در واقع جامعه پذیری سیاسی و جامعه پذیری به شکل درست در واقع انجام بشه و این در واقع به عنوان منبع هویتی و منبع تاریخی و ارزشی برای این قوم خواهد بود. اما در باب تشیع افغانستان اگر عرض بکنیم، بحث قومیت با بحث مذهب متفاوت است. اگر ایشان اثر علمی در پیوند با مبحث مذهب داشته باشد، امکان دارد که در حوزه مذهبی هم تأثیرات قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. اما مباحث قومی شما به خوبی واقف هستین، با مباحث در واقع مذهبی متفاوته. اما با توجه به این که جامعه هزاره یا قوم هزاره افغانستان به دو بخش هزاره های سنی و هزاره های شیعه تقسیم میشه، برای اینکه در واقع فرهنگ هزاره هم بخشی از فرهنگ تشیع هست، این آثار هم در قسمت گستریش و حتی در واقع معرفی فرهنگ شیعی هم نیز قابل تأثیر می باشد. اما تمرکز این آثار علمی آقای شهرستانی در حوزه مباحث قومی و نژادی هست و به خوبی می توان از عناوین کتابهایش این را فهمید و در واقع برداشت کرد و این انتخاب عناوین هم با توجه به ساختار اجتماعی و سیاسی و
محدودیتی که از طرف نظام حاکم بر این قوم در واقع اعمال شده به نظر میرسد انتخاب گردیده. تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. دکتر سید برهان الطافی، پژوهشگر سیاست و حقوق بشر از گیلان با ما همراه بودند.